چند تا عنوان به اسپاتلایت یا همون سرچ لاین اضافه شده که توی این قسمت با هم میبینیم شما توی لاین از هر جای خواستید حالا چه توی این قسمت بالا چه اینجا میتونید سرچ انجام بدید ولی یه تفاوتایی الان توی لاین به وجود اومده به طور مثال من اگه اینجا بزنم مک او شما میبینید که یه سری چیزها رو برام میره که اصلا اسمشون هیچ ربطی نداره اگر بخواید اسم حتما به همین اسم باشه این فایل نیم رو میزنید یک بار دیگه من این کار رو انجام میدم Mac OS X و این رو انتخاب میکنم حالا ممکنه شما بگید مووی اون چیزی که من دارم دنبالش میگردم به محض اینکه شما M رو بزنید اینجا بهتون به صورت هوشمند میگه که کویک تایم مووی مووی یا مثلا مسیجی که من میگم مووی و دیگه دقیقا همون چیزی که میخوام پیدا میکنه به طور مثال اینجا من ممکن دنبال یه لاینی بگردم که JPEG در عین حال یادم تو اسمش یه لوگو هم داشت دقیقا اینجا من میتونم لوگای لاین رو که توی هاردم دارم پیدا کنم اما از اینجا چطور اگه من لاین رو اینجا سرچ بکنم چی اینجا خیلی محدودتر سرچ رو به شما نشون میده و اون چیز عریض و طویلی که دیگه دیدید شما اینجا دیگه نخواهد بود و همه اونهایی رو نشون میده که خیلی مربوطن به اون چیزی که شما سرچ کردید مثلا برنامه هاتون، داکیومنت هاتون، حالا فرض کنید پرزنتشن هاتون به طور مثال یکی از چیزایی که اضافه شده به این لاین که شما اینجا اسکرول هم میتونید بکنید و میتونید از تکنیک پریویو هم اینجا استفاده بکنید و ببینید چیزهایی که توی سرچتون اینجا اضافه میشن دیکشنری هم باز به همین طور. شما میتونید توی دیکشنریتون هم ببینید اون چیزی که داشتید رو و حتی وب پیج ها به طور مثال من ممکنه اینجا بخوام ببینم چه چیزایی بوده که سرچ کردم اینجا باز اسکرول میتونم بکنم عکس ها همین طور. و حالا اخر شما میگم اینجا اگر خیلی بزرگ بود حتی اسکرول هم میتونید انجام بدید تنظیماتی هم که اسپاتلایت داره که حالا تو بخش تنظیماتمون بیشتر بهش میپردازیم توی اینجا هستش سرچ ریزولت اگر شما خواستید رو محدود بکنید مثلا ایمیل هاتون رو اینجا نشون نده میتونید بیاید اینجا این قسمت مسجز ان چت رو آف بکنید اگر یه فولدری هست که میخواهید نیاد توی سرچتون و اگه کسی احیانا پشت کامپیوترتون نشه سرچ کرد اون رو پیدا نکنه اون فولدر رو اضافه میکنید به این قسمت پرایویسی اما یه نکته که دیگه اینجا هستش که اگر شما زمانی که رو هر کدوم از اینها هستید کامند رو نگه دارید هم اسمش و مشخصاتشون رو به شما میده به طور مثال اینجا میگه که چی هست و هم اگر با کامند روش کلیک بکنید جاش رو توی هارد به شما نشون میده یعنی مثلا فرض کنید مگه اینجا کامند کلیک بکنم این فولدر رو برام باز میکنه یا اگه فرضاً اینجا کامند کلیک بکنم جای این عکس رو توی هاردم برای من میاره